زمین سپند اهورایی که سرزمین هزار هاست، زیبایی و والایی و دانایی را آفرید، شکوه و شگرفی را، فر و فروغ و فرزانگی را. بزمی است که به نام و یاد یکی از برترین فرزندان و پروردگان ایران زمین، روانشاد دکتر اسلامی ندوشن برگزار شده است. این بزم به نابی بی چند و چون، بزمی فرهنگی و ایرانی است. اون روانشاد زنده یاد مردی بود چند سویه با ویژگی های والا که بسیاری از آنها بر همه ایرانیان، به ویژه بر شمایان که همشهریان اویید و او را از نزدیک می شناسید روشن است. دانشور بود، نویسنده ای چیر دست، سخنور، از خوی و خیم خجسته ایرانی برخورداری داشت. در یک سخن که همه این ویژگی های والا را در بر می تواند گرفت، دارای فر ایرانی بود. من نمی خواهم درباره اون روانشاد سخن بگویم، زیرا گفته های من از پیش دانسته و شناخته شماست. من می خواهم در زمینه ای با شما سخن بگویم که هم شما را خوش می تواند افتاد، چونان ایرانی، ایرانیانی ناب و نژاده. بارها گفتم، دیگر بار میگویم، یزد یکی از کانونهای فرهنگ و سرگذشت ایران است. دل ایران در شهری مانند یزد گرمتر، توانمندتر می تپد. در و دیوار این شهر نمودها و نشانه ها از ایران بزرگ، ایران نازشخیز، تاس انگیز دارد. این گفتار بی گمانم به استواری، به هر آینگی می گویم. اون روانشاد را نیز خرم و خوش خواهد افتاد، زیرا آنچه می خواهم گفت درباره ایران. ایران سرزمینی دلرباست. هر کس ایران را به بسندگی بشناسد، به ناچار حتی بر کامه خیش، به اون که خود بخواهد، بدان دل خواهد باخت.
چند سال پیش من در بزم ایران شناسان در مسکو سخنی کوتاه راندم. ده ها ایران شناس از شهرهای گوناگون روسیه در اون بزم هنباز بودند. گفتم من چونان مردی ایرانی شما را سپاس می گذارم، زیرا زندگانیتان را در کار شناختن و شناسانیدن ایران کرده اید، اما بگذارید به هیچ پرده و پروا به آواز بلند بگویم که شما هیچ سپاسی بر سر من یا دیگر ایرانیان ندارید. سخنی شگفت بود، میبایست آن ایران شناسان را ناخوش میافتاد، میآزرد. خواست خود را از این سخن آشکارا گفتم. گفتم شما سپاسی بر سر ما ایرانیان ندارید، زیرا ایران را به پاس دل خیش شناخته اید و به دیگران شناسانیده اید. ایران ما دل فریب است، هوش روباست. این ایران شناسان دمی چند پرشور دستانشان را به هم کوفتند. گفتید که روانشاد دکتر اسلامی ندوشن فرزند ایران بود، مانند بسیاری دیگر از فرزندان برومند و بالا و بلند ایران در درازنای تاریخ این سرزمین. من میخواهم پرسشی را در میان بنهم با شما، پرسشی بنیادی ناگزیر. دکتر اسلامی ندوشن فرزند کدامین ایران بود؟ این سخن نیز شاید بر شما شگفت بیاید. با خود بیندیشید، مگر بیش از یک ایران داریم؟ من به آواز بلند به برهان دانشورانه میگویم آری، ایران تنها یک سرزمین نیست. ایران چهار سرزمین است، چهار نمود دارد. یکی ایران فرمان رانانه یا ایران سیاسی است. این ایران در درازنای تاریخ همواره دست خوش دگرگونی بوده است، گاهی فراخی گرفته است، گاهی تنگی. این ایران در روزگار ما در تنگ ترین دامنه خیش است از دید جغرافیای سیاسی. من اون را ایران کهین می نامم. ایرانی دیگر کدام است؟ ایران تاریخی، بسیار پهناورتر، دور مرزتر از این ایران. ایران جهانشاهی های هخامنشی، اشکانی، ساسانی که بر پهنه گسترده از گیتی فرمان می‌رانده اند. سومین کدام این ایران است؟
فراخ دامانترین پهناورترین ایران، ایران فرهنگی، ایران فرهنگی، ایران تاریخی را در بر دارد. به همون سان سرزمین های دیگر را که هرگز بخشی از ایران تاریخی نبودند. مرزهای ایران تاریخی گسترده است. یک نمونه تنها بیاورم برای شما. تمام همه کشورهایی را که پساوند ستان در نامشان هست در بر میگیرم، نیز چند کشور دیگر. اما ایران فرهنگی بسیار پهناور است. فرهنگ ایران فرهنگی جهانی بوده است، همواره هنوز هم هست. فیثاغورس فرزانه یونانی می گفت بهترین آیین ها آیین مغان است. پیرو این آیین بود. او در زیستنامه خود نوشته است که رازهای فراروی در آسمان را از مقی در بابل به نام زراتس آموخته است که ریخته یونانی شده زرتشت است، نه زرتشت پیامبر، دانشی مردی که با او هم نام بوده است. نوشتند که افلاطون اندیشه ورز نامدار دیگر یونان در آموزشگاه خود که اکادمی نام داشت سخنانی از زرتشت را فرموده بود با دبیره خوش بنویسند، از دیوارها بیاویزند تا دانش آموزان هر پگاه که به این آموزشگاه میآیند اونها را ببینند، تا آیین درست و راست زیستن را بیاموزند. تاریخ پژوهان باختر زمین برانند که افلاطون جهانبینی خود را از فرهنگ ایرانی و از زرتشت به وام گرفته است، از جهان فروری ایرانی که اون را در اون نگاره پرآوازه پندارینه اشکافت جهان پدیدار کرده است. کتابدار بزرگترین کتابخانه جهان هرمیپ که خود مردی دانشور پژوهنده نویسنده بوده است، نوشته است که در این کتابخانه 4 کرور یا 2 میلیون رج از نوشته های زرتشت پاس داشته می شده است. اگر این رج ها را که بسیار ریز آنها را می نوشتند، امروز ما به شیوه کنونی به چاپ برسانیم،
خود دفترستانی کتابخانه می شود. اندکی این سوتر بیاییم، آیین مهر در روزگار اشکانی به شیوه شگفت به قلمرو جهانشاهی روم می رود. در زمانی بسیار کوتاه که خردآشوب باستان شناسان و تاریخ نگاران شده است، در این جهانشاهی در می گسترد آیین فراگیر رومیان می شود. هنگامی که آیین ترسایی در روم گسترش می‌یابد، آیین مهر یا میترائیسم در برون بر می‌افتد، اما در دل و درون فرهنگ ترسایی همچنان بر جای می‌ماند.